بهتر از هر کسی آقای آصفی شما میتونید درباره نیازهای معیشتی جامعه و تورم و گرانی با ما صحبت بکنید. با توجه به رویکرد اقتصادی آقای رئیسی و خامنه ای، آیا میشه امیدی اساساً به بهبود وضعیت اقتصاد داشت؟ من دوباره باید اصلاح بکنم در این برنامه که من روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هستم، اقتصاددان نیستم، روزنامه‌نگار اقتصادی هم نیستم، اما در این حوزه پژوهش می‌کنم. وضعیت معیشت ایران، وقتی من از زبان خود آقای احمد توکلی میگم، وقتی میگه که باید به 74% مردم یارانه تعلق بگیره، وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که 62 میلیون نفر در زیر خط فقر مطلقاً و 32 میلیون نفر در خط فقر خشن قرار گرفتند، یعنی یک سونامی سوء تغذیه، وقتی که تورم نقطه به نقطه در ایران الان در همین فاصله بین تعویض دو دولت مجدداً یک جهش دیگری پیدا کرده و اصابت کرده به کالاهای استراتژیک غذایی مردم که میشه گفت حتی دیگه ما به سمت اضمحلال طبقه متوسط ایران داریم حرکت میکنیم و اونها هم به سمت حاشیه نشین ها و طبقات فرودست جامعه دارن حرکت میکنن. با این وضعیتی که وجود داره، این اقتصاد مقاومتی من نمیدونم میخواد چه چیزی رو ازش در بیاره. اقتصادی که با ارتباط با جامعه جهانی نداره، برنامه توسعه دانش بنیان و جایگزینی در این کشور وجود نداره، 42 سال از ریل توسعه ما خارج شدیم، این اقتصاد مقاومتی اقتصاد جنگی تلقی میشه و معلوم است که ما باز نسبت به کشورهای همسایه، حتی بنگلادش که الان جلوی ما زده، از بعضی جهات باز هم عقب‌تر خواهیم بود. حالا آقای آصفی، در صحبت با خانم وفا به موضوع بودجه اشاره شد. آیا با توجه به این میزان نارضایتی ها و تنگناهایی که طبقات مختلف جامعه با اون دست به گریبان هستن، احتمالاً دولت ابراهیم رئیسی میتونه بدون همراهی مردم و جلب اعتماد عمومی اصلاحی رو بتونه در نظام مالی دولت و هزینه‌ها ایجاد کنه؟ حالا باز من از آخر آیت احمد توکلی فاکت میارم. میگه اگه جمهوری اسلامی بخواد، فساد اولا سیستماتیک شده در جمهوری اسلامی و اگر بخواد با فساد مبارزه بشه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه. این آیت احمد توکلی میگه باز مجموعه تشخیص وحدت نظام. من نمیگم. ولی بحث اینه که اعتماد به سرمایه اجتماعی نظام از بین رفته، کامل از بین رفته، خصوصا این وضعیت 2 ساله اخیر کرونا و شکست این پروژه که توانسته نسبت به کل کشورهای همسایه فقط ما 4% رو واکسن بزنن و الان یه اپیدمی مرگبار و یک قتل عام عمومی راه افتاده. این حمایت مردم و اعتماد مردم به چی هست؟ هیچ گونه حمایت و سرمایه اجتماعی که جامعه بتونه به برنامه‌های جمهوری اسلامی اعتماد بکنه الان در کشور وجود واقعا نداره. خب به هر حال میزان همین مشارکت پایینی که در انتخابات آقای رئیسی بوده و این مسئله، اگر شما بالاترین مثل بزرگترین اقتصاددان‌های مثل کینز و آدم اسمیت و امثال هم بیارید اینجا، باز نمیتونن این کشور رو اقتصادش رو جمع بکنن. اقتصاد ایران یک اقتصاد تقریبا تیودوری و فودالیزم و به قول معروف این چیزیست که برای حال در کشور وجود داره، یعنی اقتصاد رانتی قارتیه و مبتنی بر فروش منابع است و الان هم که ما حتی این هم تو تحریم هستیم. بنابراین ما با این وضعیتی که به لحاظ اقتصادی تو ایران هست و شاخصهای فلاکت و شاخصهای تورمی که وجود داره، ما رفته رفته داریم میرویم به سمت اون ابرتورم و اگر ابرتورم رو خود خانم جاده بهتر از من میتونه تحلیل بکنه چه وضعیتی با معیشت و زندگی مردم میتونه ایجاد بکنه. ایشون هم که از روز اول چه در تنفیز چه در مراسم الانش مطرح کرد که وظیفه ما حمایت از مستضعفین جهان، مبارزه با ظلم در هر کجای جهان. من نمیدونم این رو در کجا ملت ایران این تنفیز به اینها کردن که بخواهند منابع کشور رو، سرمایه کشور رو گره بزنن با امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی و رفتن در قانون‌های بحرانی منطقه و هزینه از منافع ملی بخواد بره. بعد توی پروژه‌ای مثل برنامه هسته‌ای صدها میلیارد دلار هزینه شده، ما هنوز داریم بعد از 18 سال مذاکره می‌کنیم. پاکستان هسته‌ای شد رفت، هیچ مشکلی هم پیش نیامد. ولی جمهوری اسلامی وقتی شعار خودش رو نابودی اسرائیل قرار میده و مبارزه با کفر جهانی و مبارزه با استکبار جهانی قرار میده، طبیعی حتی موشکش هم حساس میشن
و این تحریم ها همه جانبه، هم گلوی نفت رو گرفته، گلوی صنعت استراتژیک مثل پتروشیمی رو گرفته و همین که نهادهای تولیدی در این کشور هم به شدت دچار بحران شده، کما اینکه همین الان من تمام میکنم 6.5 میلیون دام در ایران در معرض تلف شدن هست و دامدار نمیتونه به اینها علوفه بده بخاطر اینکه گرانه. از این برم بازار مصرف گوشت قرمزی وجود نداره. تنها راهش اینه که این وزنی که داره کم میکنه دام ها اینها رو سریع صادر بکنن به کشورهای اطراف. به هر حال این وضعیت اقتصادی آقای رئیسی وقتی میاد میگه ما اول تورم را نیم میکنیم بعد میکنیم یک، دیگه فهم و درایت اقتصادی ایشون رو شما خودتون بهتر بکنید.